سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. شان هستم و خوش اومدید به این ویدیو. چند وقتی آهنگ جدید نیومده که بخوام آموزش قرار بدم و داشتم تو کامنت ها نگاه میکردم، دیدم یه نفر برام کامنت گذاشته موزیک انمی از ایمجین دراگون رو بذار. دیدم که چند وقتی موزیک خارجی هم آموزش ندادم و اصلا ایمجین دراگون آموزش ندادم. من خودم آهنگ بلیوش رو خیلی دوست دارم، ولی خب این آهنگش رو نشنیدم. گفتم با هم دیگه موزیک رو بشنویم و بعد یه آنالیز ریز روی گیتار بکنیم ببینیم که اصلا چجوریه. بریم با هم دیگه گوش بدیم از چنل خود ایمجین دراگونز. درست میگم دیگه؟ ایمجین دراگون. حال میکنید لحچه اصلا اونوریه. در صداش زیاده. موزیک ویدیوی کارتونی داره، چه باحاله. این خودشه، باحاله. انیمیشن خودشو درست کرد. خوشم اومد. یه چیزی بگم راجع به کار ایمجین دراگون، خیلی کاراشون برخلاف چیزی که آدم میشنوه آسونه. یعنی آهنگسازی ساده‌ای داره، اکثرا دو آکورد است توی موزیکایی که من شنیدم ازشون. یه بار دیگه بشنویم. اون زیر یه تنگ 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 که ما میتونیم از همون استفاده کنیم برای روی گیتار. بذار من نوتش رو در بیارم. خب یه ذره چون صداش خیلی زیره، من روی اون صدای تمرکز میکنم، سعی میکنم خود گام موزیکو در بیارم، بعد اون صدا رو یعنی اون نوت رو پیدا میکنیم با هم دیگه. اوکی. یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. فکر کنم گام موزیک سول ماژور باید باشه. یا آکورد دیگه داره. یه نیم برده میاد عقبتر، پس ما میتونیم بگیم که سول ماژور. گام ما سول ماژور هست چون که ما فا دیز هم توی سول ماژور داریم. اوکی، دقت کنیم، این نوت ما فا دیز، پس نوت فا دیز رو داریم. پس اوکی، فکر کنم رو همین دوتا آکورد بچرخه. همین دوتا هست. اوکی، کارسه کار بمیم چه دیگه. وای چه موزیک باحالیه. اوکی، همین دو تا آکورد کلن و فکر میکنم که عوضم نمیشه در طول. Greatest.
خب هم موزیک خیلی باحالیه، من گوش نداده بودم، خیلی قشنگه، حتما بعدا خیلی بیشتر گوش میدم، ولی آکوردش همینه، سول ماژور و فا دیز ماژور، که البته بخوایم روی موزیک بزنیم، یعنی چیزی که خود موزیک داره میزنه، ما کامل آکوردو نمیزنیم. خب دقت کنیم، ما نمیشنم ببینا. اون زیر یه پاور آکورد داره میزنه با گیتار، خب که ما میتونیم از همون استفاده کنیم و همونو بزنیم. چه شکلی میشه؟ بذار از اول پلی بشه اینجا. دقیق کردی؟ پاور آکورد میزنیم، میتونیم حتی پال میوت هم بزنیم. پال میوت هم اگه بلد نیستید حتما ویدیوشو میذارم بالا ببینید. پال میوت ما از این قسمت دستمون استفاده میکنیم، یه خورده میایم جلوتر روی سیمای گیتار، دیگه دستمون رو رسما میذاریم روی سیم گیتار، ولی آخرین قسمت سیم ها دستمون رو میذاریم و بعد سیم ها صدا دارن ولی به صورت خفه. نوت ما داریم، نوت رو میدونیم دقیقا عوض شدنش رو حس میکنیم. یه ذره بیاریم جلوتر دیگه اون عوض شدن رو حس نمیکنیم، یه دستمون رو برداریم که نوت شفافه شفافه. اوکی، به نظرم بریم سراغ آموزش. رو خود آموزش هم براتون توضیح میدم، همین دیگه، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خب آکورده که توی موزیک ما لازم داریم، یه دونه آکورده سول ماژوره که ما به صورت پاور میزنیم، یا همون سول 5. خب یعنی ما فقط این سه تا سیم لازم داریم، سیم 6 5 دیگه 4. خب همین سه تا سیم، و یه جوری به خاطر همین دیگه با کاپو نمیگم، چون که این راحته دیگه، این سه تا سیم و این سه نوتو گرفتن، این انگشتتون هم دیگه راحت بذارید رو بقیه سیما، خب بذارید اینا هم میوت باشن، صداشون در نیاد، اگه اتفاقی به سیمای دیگه برخورد کرد انگشت راستتون، دست راستتون، اینا صدا نده. خب خاطر همین دیگه بدون کاپو نمیگم. و آکورد بعدی دقیقا همینو ما نیم پرده میبریم عقب، فا دیز ماژوره که ما به صورت فا دیز 5 میگیریم، یا همون پاورمون. پس اوکی، ضربه که ما میخواییم بزنیم، میتونیم از پال میوت هم استفاده کنیم. ویدیوی پال میوت رو حتما ببینید از تو چنل به این شکل. اوکی میبینی؟ یه صدای خفه‌ای داره که البته تو ویدیو خود پال میوت کامل توضیح دادم. از پال میوت میتونید استفاده کنید، از خود سول ماژور کامل میتونید استفاده کنید، فا دیز کامل میتونید استفاده کنید، ولی خب پال میوت قشنگ تره، یا تقریبا پال میوت نمیخواید بزنید، پاور کورد باحال تره. اوکی، و از اول تا آخر موزیک همین زده میشه، خیلی ساده است و موزیک قشنگی هم هست، اگه بخواید بزنید بخونید روش خیلی باحال میشه. بریم با هم دیگه موزیک رو بشنویم و ببینیم چه شکلیه. That allows for my mind to run around with my ear up.